هلو گایز، چطورین دوستان عزیز؟ امید که جور و صحتمند و سر حال باشید. مهرانمی هستم. گلی هستم. خوش آمدید در چنل خودتان. در این ویدیو به درخواست شما دوستان عزیز و گرامی و دوست داشتنی میخواییم به آهنگ ریاکشن بریم به اسم ستاره بلبل آسمانی از ره. از کی؟ از آقای حمید سخیزاده. آقای حمید سخیزاده یکی از خواننده های خوب افغانستان که واقعا ما هر موقع ریاکشن نفتیم به ایشون لذت بردیم. گلی جان، نظر در مورد اسم از این آهنگ چیه؟ به نظر از ما در مورد هم علیه خوانده شده و او را تشبیه کرده در ستاره آسمان، یعنی در بین ستاره های آسمان، یعنی ستاره های آسمان هزاره تکه و برق میزنیم و بلبلمونه بین ستاره ها و یک ستاره که بلبلمونه و تکه، منظور شاید ای باشه. بریم هم دیگه دوستان عزیز گوش بدیم و ریاکشن بریم. یادتون نره که برای حمایت ما حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و چنل دومم، چنل مهرانگلی رم برید سابسکرایب کنید که اونجا دو تا ویدیو گذاشتیم خیلی باحال شده. حتما به حمایت های شما نیاز داره دوستان عزیز، برید اونجا حمایت کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. دمتون گرم، عشق منید. برو برید. دوستان عزیز، لینک اصلی از این آهنگ توی دیسکریپشن هم میذاریم، حتما از جان برید گوش بدید و حمایت کنید. برو بریم. سیاه‌سفید چرا شد گلی جان؟ موزیک ویدیو نیست انگار. بریم چجوریه. ستاره بلبلی آسمونی از ره، منظورش از بلبل همون برق میزنه یه دیگه؟ آره، شاید درخشان بلبل مونه. او متنم داره؟ چه قشنگ. غزال مست کوهستانی از ره. غزال؟ غزل خواندن دیگه؟ غزل مست کوهستانی از ره. خب؟ کوهستانی از ره، ستاره بلبلی آسمانی از ره. قدیم ماتاو بیا از پشت آور. ماتاو چیز میشد؟ ازش ماه فکنم. آره دیگه، برعکس پتاو میشد ماتاو. پتاو یعنی سایه، اگه اشتباه نکنم. دوستان عزیز شما اگه اطلاعی دارید توی کامنت نوشته کنید. ماتاو ولی همون منظورش ماه میشه. قدیم ماه بیا از پشت آور. اوه، که تا روشن شوه. آره، منظورش در کل فکرم این باشد که یعنی روشنایی و خیلی چی میگن درخشانی باید در دوران داغل، در دوران آزره. از پشت آور قد ماتا و بیا که روشن شنه آغل دوران آزره. همون دیگه آغلی هم. خب دوران چه معنی داره؟ دوران یعنی فکرم الان دوران هزاره ها منظورشه. نه دوستان عزیز، شما در کامنت ها نوشته کنید. جنگ و نگرانی باشه فکر کنم از اون چیه. شاید میگه بیا که روشن شنه دوران ازاره دیگه. آره. دورانی از آره همیشه روشن دوستان عزیز. چه قشنگ موزیک ویدیو هم تاریک سیاه‌سفیده. آره. یعنی ربطی داره که مثلا روشن شوه.
هزار استاره صد شاری غزل کو بیزن پیش با کلا از دم بیرقصد همی دنیا رده خوشی بدل کو چی شد؟ اینجا چی شد؟ اینجا بیزن پیش کو پیش بو میگه کاری کو که گولا رقص کنه؟ آره بیزن پیش بو گولا از دم بیرقصد همی دنیا رده خوشی بدل کو میگه غم بدی و خوشی رو بغل کو نه غم دنیا رو بدی خوشی بدل کو آها بیزن پیش بو گولا از دم بیرقصد همی دنیا رده خوشی بدل کو آره بدل کنی عوض کن دیگه قبضه وای خیلی قشنگ گفت آقای حمید سخیزاده هر موقع که مثلا آهنگ میخونه باید توی متنش آدم غرق بشه تا بفهمه چی میگه یعنی هر موقع که گوش کردیم خیلی باید توی عمق او جمله بری که بفهمی چی گفت مثلا من اینجا رو نفهمیدم تا اینکه دقت نکردیم زیاد که تو گفتی دیگه باید بدل کنیم گه به نظر ما چون که آهنگا رو خیلی چی میگن از دل خوانده یعنی خیلی از یعنی که از عمق وجود خواند آره او خیلی مهمه دیگه رمزیه ای دیگه مخصوصی از رب بود دیگه گفت که سرمه بکش دمو چیمای بادامی خو وای خیلی قشنگ گفت یک بار دیگه گوش کنیم بکش سرمه سری بادام چشمی دلار تازه کو از جام چشمی تمامی عاشقار در شیجم کو تمام عاشقا رو میگه جمع کو تا که مشهور شونه میگه تمام درد عاشقا رو جمع کو سعی کو در رسم گینه در رسم قدیم میگه یک بار دیگه خیلی قشنگ گفت در رسم گینه چارده پالی آقیل همین یک تیکه شما نفهمیدم چارده پالی رو نفهمیدم چارده پال به نظر این منظورش چیزه یک رسم بوده که پال میگرفتن در اونجا یعنی امو آقیل؟ آقیل امو روستا همو همه حلی های دیگه فال می گرفتن فکر کنم میگن در رسم گینه چارده پالی آقیل دوستان عزیز شما اگه اطلاعات چیزی دارین در کامنت ها حتما نوشته کنید این قسمت ها که منظورشان چیه در رسم گینه چارده پالی آقیل بخوان یک رفتیم مالستانی از دیل میگن یک بیتی مثلا بخوان مالستانی از دیل خو میگن
آره. رفتیم مالستانی از دیر شونه عاشق به جامیانیت کور همه کو کمر من زیر دمه زیر اینجوری مثلا نشه بود که نیت مثلا وقتی که گفته که عاشق و جامعه نیت تو یعنی که منظورش اینه که فکر مردم کلا در نیت باشد اما فالی رو که انجام میدی چهارده فال منظورش اما فاله یعنی فال انجام میدی که توی زو نیت تو همه مردم باشد دیدی گفتم باید بری توی عمقش ببینی چی میگه منزل در منزل وای خیلی قشنگ بود خب دوستان عزیز این بود از آهنگ ستاره بلبل آسمانی ازره از آقای حمید سخی‌زاده که واقعا لذت بردیم خیلی گفتم که باید بریم توی اعماق شعرهایش که بفهمیم چی میگه گلی جان نظرت چیه در مورد آهنگ؟ به نظر از ما واقعا عالی بود خیلی یعنی خیلی خوش از ما آمد و یکی اول ویدیو اشتباه کرده بودیم که گفتیم در مورد علیه آره. واقعا در مورد علیه نبود عاشقانه نبود آره یعنی. عاشقانه نبود کلا در مورد مردم هزاره یعنی دختران زیبای هزاره بود آره در مورد جامعه دورانی هزاره که به روشن شد اینا واقعا لذت بردیم و خیلی پرمعنا بود آهنگ تشکر از شما که تا آخر ویدیو قد از ما بودید و همراهی کردید و همیشه هستید و همیشه خواهید ماند به چنل دمتان گرم لایک و کامنت و سابسکرایب برای حمایت ما فراموش نشه دوستان عزیز بالای برشم شنم تا ویدیو بعدی آه.